به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، امروز هم ادامه یا بخش دومی برنامه قلابی صابر ولیف است که ما می خواهیم تقدیم شما نماییم آن را، و امروز بخش دومی این برنامه تحقیقاتی است که در قضیه صابر ولیف ما کار خود را انجام دادیم. البته بار دیگر در این بخش نیز تکرار می نمایم که پس از نشر برنامه اولی که ما انجام دادیم، در اون برنامه البته بعضی از چیزهای آگاهی کننده بود، اما بخش های دوم و سوم و همین خیل تحقیقات ما ادامه پیدا می کند، فکت های جالب و جالبتر تقدیم شما ملت و مردم عزیز می نماییم که باید از چنین افراد ملت و مردم کناره گیرند و یا چهره های اصلی آنها را بدانند. البته در این بخش چیزهای مهم می را نیز خواهد دید که از گفته های برنامه اول ما تصدیق می نمایند و آنها را بیشتر بازگو کنندند. برنامه امروز ما صابر ولیف پس از عفو چگونه میلیونر شد، بخش دوم. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، محترم رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان رستم امام علی، محترم رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاده رحمان، من خلیلوا معظم عبدالله جانونا، شهروند جمهوری تاجیکستان، همسر مرحوم صاحب کار خلیلوف سلیم جان، جبردیده پرونده جنایت ولیف صابر و گروه جنایت او می باشیم. بله بیننده عزیز و گرامی، گروه تحقیقاتی دادستانی کل تاجیکستان نزدیک 3 میلیون دلار خسارت رسیده به جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوشنود در 2 سال اخیر را آشکار کرده است. ولی گفته می شود که این حجم ضرر نهایی نیست و فعلا تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دعواگران از جانب این شرکت خلیل و معظم عبدالله جان و مادرش و مونیسه رجب و همسری حاجی ترسون خلیلوف راهبری پیشین این شرکت می باشند. خود حاجی ترسون هم که در زندان به سر می برد در مرافعه های دادگاهی شرکت دارد و در مقام جوابگر همراه با صابر ولیف که در رسانه ها خود را رئیس شرکت دیوار جهان وال واو معرفی کرده است، پسر عمویش اسمت ولیف و دادر عروسش نکروز تبرو آنچنان در بخش اول مطلب یا برنامه‌ای که تقدیم نمودیم تذکر داده بودیم که آن را دیده. عین زمان بیننده گرامی در کرسی متهم در برابر قاضی دادگاه نشستند و با پرسش دعواگران و دادرس پاسخ داده ایستادند. مرافعه دادگاهی در دادگاه ناحیه سینایی شهر دوشنبه همچنان ادامه دارد و تایید خود صابر ولیف وی هنوز از سپتامبر سال 2020 مورد بازجویی و بازپرسی مقامات تفتیشاتی قرار داشته است. این هم بیننده عزیز و گرامی، در حالی که او در ماه فوریه سال 2020 بر پایه یک عفو مقامات تاجیکستان از ترکیه با دوشنبه بازگشته بود. البته اینکه او در مدت همگی 6 ماه، یعنی از فوریه تا سپتامبر سال 2020 موفق به تشکیل شرکت شده و در این فاصله تنگ کارهای کرده است که مورد توجهی مقامات تفتیشاتی قرار گرفته است. بله بیننده گرامی، خود یک سوالی خیلی هم واقعا هم کلان است، اما بیننده عزیز و گرامی، ما و شما آگاه هستیم که صابر ولیف از طرف حاجی ترسون خلیلو پسری سلیم بای بچه حصاری که پیوند تباری با صابر دارد و کار قبول گردید و صابر کارمندی شرکتی همین حاجی ترسون خلیلو است. همین حالا که مرافعه دادگاهی ادامه دارد و صابر و شریکان او در کرسی متهم نشستند، مستقیما ربط میگیرد با فعالیت های وی و حیثی کارمند. بله، تنها به حیثی یک کارمند و
بعدتر دیرکتور و سپس راهبر همین شرکتی که مالک آن در اصل حاجی تورسون خلیلوف می باشد. به عبارتی واضح تر اگر بگویم صابر خود شرکت نداشت و کارمند شرکت حاجی تورسون خلیلوف بود. حاجی تورسون بعد چند صابر ولیف را دیرکتور تعیین می کند، البته با مشورت همسرش مونیسه. ولی بعد از آن که حاجی تورسون بازداشت و محکوم به زندان می شود، صابر ولیف راهبری شرکت او را به دست خود می گیرد. و جزئیات ماجرای چگونه گرفتن شرکت از دستی حاجی تورسون خلیلوف نمی پردازیم، چون که واقعا اون یک حادثه خیلی طولانی دیگر است که اگر امکان شد حتما در بخشای دیگر آن را نیز جا خواهیم داد. تنها اضافه میکنیم که این کار یعنی تصرف شرکت حاجی تورسون با پشتیبانی شاهرخ سعیدوف سردار امور ریاست کافتکاوی جنایی وزارت داخلی صورت گرفته است. و اینکه صابر ولیف میگوید هنوز در ماه سپتامبر سال 2020 علیه او به اتهام ساختکاری پدلاک پرونده باز کردند و سپس تا همین پایان سال گذشته از حرکت بازداشت شد، برای این است که از همان آغاز غصب شرکت حاجی تورسون مادری حاجی تورسون یعنی همین معظم خلیلوف ولی علیه صابر ولیف و تفتیشات شکایت کرده است. یعنی تفتیشات تا این همه مدت کار تحقیق را قطع نکرده بوده است و اینکه حالا تفتیشات شدت کسب کرده و صابر ولیف و همکارانش مظنون یا گمانبر و متهم شناخته شدند، ادامه کاری تفتیشات است. بله بینندگان گرامی، واقعا چنین است و نه چیزی دیگری. و اما سوال اینجا است که چرا وقتی کاری صابر ولیف به این شکل پیچیده شده است، شاهرخ سعیدوف رئیس اور از پشتیبانی یا کریشوت صابر ولیف دست کشید یا تا جای دارد خود را قفا میکشد؟ اولین این را باید بگوییم که شاهرخ تا این دو ساله که این شرکت از طرف صابر ولیف راهبری میشد و 30% درآمد این شرکت و تمام آن چیزهایی که تابع این بودن خوش بوده است. درآمد شرکت جدی می خوشنود که از آن حاجی تورسون خلیلوف بود و بعد محکومیتش صابر ولیف غصب کرد آن را، در زمان دو سالی راهبری صابر ولیف و 3 حصه جدا می شده است. 1 حصه با صابر ولیف، 1 حصه با اسمت ولیف پسر عمکی صابر و 1 برادری حاجی تورسون که نامش زاهد خلیلوف است، که حالا از اشتراک در دادگاه سرتافته و قرار است به زوری آورده شود، و 1 حصه دیگر با ظفر نام شخص از او است که دستی راستی شاهرخ سعید می باشد. بله، ظفر نماینده شاهرخ سعید در این شرکت بوده است. حالا بینندگان گرامی، اکنون ظفر در شماری متهمین و هم جوابگران صابر ولیف قرار ندارد، بلکه اکنون ضرر رسانیده صابر و شرکت حاجی تورسون را 3 نفر یعنی خود صابر، اسمت و نکروز باید پرداخت کنند، یکی پسر عمک و دیگری خسر بچه. شاهرخ موفق شد که ظفر و همین تر خودش را از بازی برآورد و دفکتو صابر را کیدت کنند، چون که اکنون پراکرور جنرالی یوسف رحمان فقط پراکرور نیست و خدای رحمان هم هست و میتواند با اسناد و دلایل موثق و موجه از کار و کردار شاهرخ که به عنوان نماینده دولت عملا با ویمگت استوا و غصبهای ریدیری شرایط فراهم آورده است و رحمان معلومات بیدید. بله بینندگان عزیز و گرامی، معلوماتی که دور است از رستم امام‌علی برای مهار و ساکت نمودن آن پدرمیانی کند. این هم در حالی که صابر ولیف هیچگاه رفیق و همسنف رستم نبوده است و شاهرخ هم رفیق مکتبی صابر نیست و تنها وقتی او را از ترکیه به عنوان یک مخالف توبه کرده و تسلیم شده می آورند شناخت شده بوده است. فعلا بینندگان گرامی، هیئت کمیسیایی تشکیل کرده پراکراتورای جنرالی در اساس شکایت و دعوای مادر حاجی تورسون و خود حاجی تورسون که با افتزک هر روز جهت شرکت در مرافعه های دادگاهی آورده می شود، خسارات رسانیده صابر ولیف و افرادش به این شرکت را حساب و کتاب کرده ایستادند. چون که مادرش گفته است یک بنده یا یک شیکه یعنی جنایتکار گفته است، شیکه که صابر ولیف دارد. من را با اهل آیلم از دست جنایتکار ولیف صابر اسدالله ایویچ
و گروه جنایتیش رخانید. به غیر از شما دیگر جایی مراجعت نداریم. یک سوال بیننده گرامی، اگر این شرکت شنون صابر دعوا دارد که از آن او است یا بود، پس چرا از بالای او دعوا کرده می شود؟ شرکت حاجی ترسون یعنی خلیلو شوهر دختری خالای صابر اونیسا و حالا آنهایی هم که صابر رو با دادگاه کشانیدند. بنابر معلومات رسیده حاجی ترسون و مادر او یعنی معظم خلیلو او گفتند که صابر نکروز و اسمت خانه های زمینی و ماشین هایشان را با آنها بدهند، از دعوا دست میکشند. این نقطه را هم باید تذکر بدهیم که همسر اسمت ولیف در شماری هم جوابگرها است، ولی جوابگری اساسی خود صابر ولیف میباشد. چنانه گفتیم قرار است پدر صابر ولیف ایشان اسدالله یعنی خوب دیگر که در ترکیه قرار دارد و کار و فعالیت میکند نیز در یکی از مرافعه های آینده دادگاهی شرکت ورزد. گفته میشود هم زنی قرغیزی صابر و هم مادرش یکی به قرغیزستان و دومی به ترکیه برآمده رفتند و فعلا صابر در یک منزلی که از حاجی ترسون برای زندگانی به او داده بود، یعنی با همسر قرغیزش که خوب همسرات آوردی اجاره نگیره در همین خانه زندگی که گویا همه روزه در حالت مستی قرار دارد. ببینید این کورنمک را که با او چی دادند و چی کارها کردند و او چی کار کرد. قرار است منزل دو آشیانه پدر صابر را که در منطقه 8 مرد دوشنبه واقع است و نیز چند کوارتیره و همان ماشینی آودی را آودی 9 را صابر به حاجی ترسون برگرداند. اما چنانه به اصلاح رسید پدر صابر ولیف گفته بود است که من هیچ خانه برای دادن در این مسئله ندارم. صابر را با ماده 307 نشنانند، بگذار با ماده خلابه رفته شیند. دسته 4-5 سالک میشیند و با میبروید یا با رفقاش یاردمش میکنند و میبروید. پس از چند سال این برای هم من و صابر بهتر است. یعنی که من یکون خانه ای پیش گرفتگی ندارم که پل مال ما برای خلابه صابر بودیم. همچنین نکروز تبروف دادر عروسی صابر که دیرکتوری شرکت تعینش کرده بود، خانه دو آشیانه پدریش در محله معروف با کلخوز رسیه، ماشینی برقی تسلا و کوارتیره اش را همچون تاوان یا ضرر به مادر حاجی ترسون یعنی معظم خلیلوا بدهد. اما کار اسمت ولیف یک کمی شاید سختتر باشد، چون که اسمت یک شرکت حمل و نقل کالای حاجی ترسون را که صاحب ماشین های باربر بود تا این 2 سال اداره کرده، درآمد آن را با منفعت شخصیش تصرف کرده است. بله بیننده گرامی، کاملا درست فهمیده. این شرکت حمل و نقل کالا و بیزنسمن های تاجیک از خطای ترکیه و روسیه مال و محصولات حمل و نقل میکردن، خدمت میکردن و همراه با اسمت یک برادری حاجی ترسون یعنی همون زاهیده که گفتم کار میکرده است. آفیس این شرکت در خطای بوده و زاهید برادر حاجی ترسون در آنجا خوانده و همسری چینایی یا خطایی داشته و زبانی خطایی را هم خوب میدانسته است. مادر حاجی ترسون علیه این پسر خود نیز دعوا کرده است و وی نیز باید در کنار اسمت زیان رسانیده را برقرار کند. اما این زاهیدی برادر حاجی ترسون که گفته می شود فعلا در دوشنبه قرار دارد، از شرکت در مرافعه های دادگاهی که در این قضیه های قلابی یعنی دست دارد فرار کرده استاده است. سود با او چندین بار پویز کرایی کرده است ولی زاهید نامده است. گویا زاهید را شاروخ سعیدوف گرزانیده استاده است. این برادر حاجی ترسون شرکتی در خطای بوده را نظارت میکرده است، اما در تالان و تاراج مبلغ ها با اسمت و همین صابر ولی هم دستی کرده است و یعنی پول و مال شرکت خودشان را خوب با این دوست ها یک جای غارت میکرده است. یک چیز را باید اضافه نماییم که صابر ولیف هنگام برگشتن و عفو شدنش حتی پول برگشت نداشته بوده است که در برنامه اول برایتان گفتیم و با $3,000 حاجی ترسون با وطن برگشت و خوب دیگر باز کار داد برایش و چنین کارها. از این رو این دعوای صابر که در خارج تجارت داشت و بعد عفو با وطن منتقل کرد واهمه بیش نیست. همچنان که امکان ندارد وی در تاجیکستان شرکت تشکیل کرده باشد که دوام همگی 6 ماه این همه پول و دارایی به دست آورده باشد. بنابر معلوماتی به اصلاح رسیده بیننده گرامی از پراکراتوره جنرالی ماده 307 را نیز به صابر ولیف زدند. تفتیشات صابر ولیف را در رسانیدن کمک مالیوی به اعضای سازمانی ممنوعه گروهی 24 خوب دیگر ما را
امن حضرت 24 رو خوب میدونید که ممنوع میدونن، مزنون میشمارد. تفتیشات صابر ولیف را با آن متهم میکند که با کدام از اعضای این سازمان $10,000 ارسال کرده است. البته آنچه که از پراکراتور رسیده است به ما که صابر ولیف را با فکت و دلیل این مسئله را پیدا نمودند، گویا به این کار دختر خاله‌ای همین یعنی که صابر ولیف همسر حاجی تورسون کمک کرده بوده است. طبق حسابات مقدماتی ضرری رسانیده به جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوشنود از طرف صابر ولیف و همراهانش $1,300,000 حساب شده است. اما حساب و کتاب حالا ادامه دارد و این رقم تغییر خواهد یافت. مادر صابر ولیف وقتی می فهمد که منزل او در 8 مرد نیست و احتمال زیاد مصادره می شود، از نزد صابر ولیف قهر کرده و رفته است و گفته است که بچم اکنون خودت می دونی. یعنی دیگه کاری که کرده اینا دیگه تازه شوی ندارن. جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوشنودی حاجی تورسون خلیلوف هم چونین ده ها عدد در دوشنبه و تورسون زاده و حصار رستوران و کلیانبر و مغازه های خرد و کلان داشته است که در آمد همه آنها محاسبات همه آنها و صورت حساب شرکتی که آفیس مرکزیش در قلب اکران است وارز می شده است. مادر صابر روزی عید رمضان، ولی دقیق نفهمیدم که این عید رمضان بود یا عید رمضان گذشته، مهم که همین خیلی معلومات آماده است که روزی عید رمضان خانه حاجی تورسون می رود. آبی دیده کرده می گوید که چی در کار همین کارها سود و سود بازی. اما مادر حاجی تورسون می گوید که چرا در وقتش پیش راه صابر را نگرفتی؟ حالا که این مایده چویده ها را برای فرزندان حاجی تورسون می آوری، چرا پیشتر نآوردی؟ یعنی چنانه که از همسرش به ما رسید که حتی همسر حاجی تورسون می رفت است به پیش صابر که برای کودکان پامپرز بخرم، از آفیس اونا بیرون می کرد است. دختر خاله خودش یعنی. حاضر شرکت را پر را به نام مادر حاجی تورسون کردند و همه کارها را خود او نظارت و اداره می کنند. خوب بینندگان گرامی، حالا هم صابر هم نکروز و هم اسمت همه اموال و دارایی هایشان خانه و سکسیا و ماشین هایشان را به فروش گذاشتند تا ضرری رسانیده را برقرار نمایند. چنان گفتیم در مرافعه اول دادگاه مادر صابر ولیف شرکت و نشان داد می دهد و هیچ اتهام را قبول نمی کند، اما حالا برآمده و از تاجیکستان رفته است. اسدالله ولیف پدری صابر ولیف طبق امر دادگاه قرار است در مرافعه بعدی شرکت ورزد. اگر شند خودش گفته است من چیزی نمیدونم و من اشتراک نکردم، خوب دیگر انسان وقت زور شما ترگب میگه. دادگاه شرکت مادر صابر ولیف را برای مراحل آینده دادگاه را نظرو شمرده است. شما یگان یعنی که به این دل یگان ارتباط ندارید، اما پدری وی باید درباره زبان خطی قرضداری سلیم بای بچه پدر حاجی تورسون به دادگاه معلومات و اسناد ارائه دهد. البته در پایان تر باز شرح می دهیم که چی گونه است. مثلا جمشید یتیموف برادر اس اس یتیموف مخوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با حاجی تورسون از سالهای پیش شناس بوده است و گفته یک منبع نزدیک به صابر و آگاه از ماجرایی به سری وی آمده جمشید یتیموف حاجی تورسون را بسیار مکیده بوده است. این منبع که از قول زن جمشید که فعلا در ترکیه است صحبت میکند، میگوید با حاجی تورسون جمشید خیلی زیان رسانده است. البته بیننده عزیز و گرامی، اگر در مورد آن چی جمشید یتیموف با حاجی تورسون کرده دانید و شاهد باشید، حتما به اصلاح آن را فرستید تا اینکه در برنامه های بعدی آن را اضافه نماییم، چون که ما هر جنایت صادر شده است، چون یتیموف است، چون رمضان رحیم زاده است، چون پراکراتور جنرالی است، یگان نمود رحم بر این جنایتکارها در هیچ مقام و منصب نداریم. اما از صحبت های اخیر صابر ولیف با آزادی برمیاد که او همان خیلی بی‌باکانه و با جسارت پراکراتور جنرالی را در انجام تفتیشات و حرکت های غیر قانونی متهم میکند و حاضر است مقابل یوسف رحمان پراکرور جنرالی تاجیکستان با دل پر حرف بزند. برای نفری که تحت پرسیش و در حبس خانگی قرار دارد، پیش گذاشتن این گونه ایده‌ها در حقیقت جرأت و جسارت میطلبد. به نظر میرسد صابر ولیف با چی چیزی و کسی پشتش سخت گرم است. اما همچنین معلومات های هم و دستی اصلاح رسیده است که گویا قبل از دعوای مادر حاجی تورسون را به تفتیشات و اکنون به دادگاه کشانیدن، پرونده جنایتی آماده کرده پراکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان از نظر رستم امام‌علی و شاهرخ سعید گذرانیده شده.
و آنها را متقاعد کردند که صابر ولیف در واقع با استفاده از نام آنها دست به اعمال جنایی زده استاده است. یعنی این را صابر یعنی که کارهای انجام داده است به رستم و به شاروخ رسانده. شاروخ که میدونید در این افیار خوش بود اما رستم را آگاه کردند. صابر ولیف در صحبت اخیرش در چند مورد به پراکرور گیلروی و کارمندان اداره وی اتهام زده و طور توضیح میدهد که این پرونده او را با معنا و هدف دیگر کشاده شده است. بیش از این میگوید کارمندان دادستانی کل با راه زوری غیر قانونی وارد دفتر کاری شده سندهای مالی و دیگر حجتها را برده در نسبت به من و کارمندانم پرونده جنایی باز کردند. خیلی عجیب نیست بیننده گرامی؟ و حتی آنها را در ربودن پولهایش هم متهم میکند. با نام دادستانی کل عریضه نوشتم که با دستگیری کارمندان دادستانی افراد معلوم و ناشناس و حجره استقامتی هم و دفتر کاری هم در آمده به سندهای دخلدار مال و مول و مبلغ کلان پولی هم را گرفتم و من در عریضه نوشتم که چند مراتبه در روزی قبول شهروندان و دادستانی آمدم ولی کارمندانتان برای با شما واخوری کردن اجازه ندادند. اینک دو ماه می گذارد که نماینده های هیچ مقاماتی تفتیشاتی مرا قبول نمی کنند. خوب دیگر این سخنانی یعنی صابر ولیف است. اگر کننده دولتی با دلیل های با گفته خودم یعنی ندیدم از کسی شنیدم پرونده را تفتیش کرده استاده است که موافق طلبات قانونگذار از کجای شنیدم یعنی سرچشمه نشان داد واضح و روشن نباشد اساسی عیبدار کنی یا حکم عیبدار کنی شده نمیتواند. خوب صابر همقدر افیار خوب درست کرده گیه که فکر میکند که تمام دیگر یعنی که من افیار را قلابی را درست کرده گیم دیگر من هیچ کسی اتهام کرده نمیتوند. از این صحبت صابر ولیف برمی آید که حتی کارمندان دادستانی هم با وی اعتراف کردند که این سپارش از رهبریت دادستانی است. این به آن معناست که صابر ولیف آشکارا خود یوسف رحمان پراکرور جنرالی را برای افتتاح پرونده علیهش مسئول می شمارد و طور یعنی تشریح کرده است که او در واقع مرتکب کدام جرم نمی باشد و دعوا میکند که او برای اثبات بیگناهی خود همه مدارک و همه حجت و سند تا نوارهای ویدیویی را دارد. اما نمیفهمد که چرا پراکرور جنرالی او را قبول نمیکند. ببینید که چی گفته است. من سند و دلیل ها ویدیو متریال ها برای ثابت نمودن بیگناهی خود همکارانم دارم ولی دادستانی کل و راهبری گروه تفتیشاتی قبول نمی کند. حتی از من بیانات نگرفتند و زیدی من پرونده باز کردند. یعنی خیلی واقعا هم جسارت می طلب می کند که یعنی در تاجیکستان هم قلابی کنی و هم این کار را یعنی که باز بگویی. باز می خواهم به یک نقطه تاکید کنم که به خاطر حقیقت حال عریضه ای که به دادستانی کل نوشتم امیدوارم محترم رحمان یوسف مرا پذیرد و دلیل های پیشنهاد کرده ای مرا تحلیل بی‌غرض نماید. خوب بیننده گرامی این گفته ای صابر ولیف بود که در آزادی خواندید و همه آن را دیده بودید. قبلا حاجی ترسون و مادری وی اظهار آمادگی کرده بودند که در صورت پرداخت قسمتی از این خسارات باقی آن را خواهند بخشید. از دعوا منصرف می شوند و دیگر یعنی عریضه را پس می گیرند. ظاهرا این گونه توافق میان مادر صابر ولیف و همسر و مادر حاجی ترسون حاصل شده بود. اما از بس که طرف جوابگر سر قولش نایستاده است دعواگران بر پرداخت همه ضرر و برقراری آن پافشاری کرده ایستادند. در شماری اموال مورد دعوا یک ماشین گرانبهای مرسدس اس کلاس 500 برارشی سالش 2019 گفتند 20 گفتند که قیمتش 160 هزار دلار یعنی ارزش داشتش تو زکزنوی برای حاجی ترسون آورده بودند. این ماشین از اون حاجی ترسون بود است. حاجی ترسون در درون همین ماشین یعنی با داروهای چی میگن همون کریستال همون چیزا دستگیر شده بود و مواد چی میگن پسیخاتراپی میگنش پسیخاتراپیش میگن که از طرف کارمندان او کش شده بود محض در همین ماشین پیدا شده بودند. این ماشین چند وقت در اختیار او ریشاروخ سعیدوف قرار داشته است. حاجی ترسون برای آن که
این را بازپس بگیرد توسط ادوکاتش به نام برادرش جنرال نیدورنوس میدهد. اما وقتی به سراغ ماشین میرود در اور میگویند که آن ماشین را سابر ولیف گرفته است یا میگویند که ماشین نیست ایجه تمام. مهم در غیب زدن این ماشین های مرسدسی گران ارزش سابر ولیف و شاروخ سعید دست دارند. شاروخ سعید به همکاری با سابر ولیف و سابر ولیف به همکاری یعنی شاروخ سعید این ماشین به هیچ کجا غیب نمیزند و امکان غیب زدن هم نداشت. ولی سابر ولیف رد کرده و گفته است که از آن ماشین هیچ خبر ندارد. حالا سرنوشت این ماشین گرانبها را مقامات تفتیشاتی دارند معین میکنند و همین را باید به مقامات تفتیشاتی یعنی سیلکتیم که مقامات تفتیشاتی باید دانند که ماشین میان شاروخ و صابر یعنی گم شدگی است. دیگه اوس چختون بفهمین یعنی ماشین در کجا است. ضمناً این حالت کار هم از زبان مادر حاجی ترسون صدا داده است که هنوز زمانی که تازه پدری صابر ولیف ترکیه میکوچد در آنجا خوب دیگر میگذرد و مشکلات براشان میشود و خوب بعد از چند وقتی بیمار میشود و برای جراحی او مادر صابر ولیف برای یعنی که جراحی شوهرش از چند نفر خشم نزدیکاش پول طلب میکند که اتماس پول قرضم بتیه و کسی این مبلغ رو برای او نمیدید. وقتی این حالت مونیسه یعنی که میفهمد و فکر میکند که همسری یعنی که همین حاجی ترسون میفهمد که یعنی که شوهر خلاش وضعیت شمی خیل است، بعد شوهرش میگه که وضعیت شوهر خلام یعنی ایشون هم خیل است و برای او باید کمک کنیم. وقتی مادر صابر میآید پیش حاجی ترسون میگه $5,000 قرضم بده، حاجی ترسون زنگ میزند $6,000 میارن میتین با مادری یعنی صابر ولیف و میگوید که پول قرض است. میگن این پول صدقه برای شما، من برای شما قرض ندادم، شما روتون از طرف قبله کرده به حق میاد دعا کنه و چجون بسای و بینید که حتی در چی روزهای برای این ها کمک کرده بود است این حاجی ترسون. سند قرضهایی که اسدالله ولیف برای سلیم بای بچه پدر حاجی ترسون داشته است توسط زن قرغیزی صابر ولیف یعنی همین جنت درست کرده شده بود است. بر مبنای آن میانی اسدالله ولیف و سلیم بای بچه در بازار دردای قرغیزستان کدام معامله صورت گرفته بود است. هم اکنون جناب اسدالله ولیف باید درباره این سند و درستی آن در دادگاه بیانات بدهد. البته دقیقاً در مورد این سند که از قرغیزستان آورده شده است در مدارک دادگاهی وجود دارد، اخیراً چنانه که خوب بعد از چند میبینید سخنرانی مادر حاجی ترسون و همسر سلیم بای بچه را یعنی که معظم خلیل آوره در نوار ویدیویشان در همین مسئله کوتاه برای همین دورنسی قرغیزستان یعنی که گفته است که نسخهش دست ما هست و او را حتی در سندهای جنایتی صابر ولیف ایلاوه کرده است و نامش را گذاشته است وکالتنامه ساختکاری کرده شده از نام نتریوسی قرغیزستان از جانب صابر ولیف و گروهش. ببینید که در این گروه یعنی که کی دادگو دخل می شود خسر بچه و هم امک بچه شد تا که یعنی که شروع. ولی صابر برای دور کردن خود از جوابگاری جنایتی دست بر اغوای روی راست زده استاده است. یک چند حجت های ساختکاری کرده شده ولی صابر را نشان داده می دواند. یکم از سنه 27 ایول سال 2020 ترتیب دادن صورت مجلس ساختکاری کرده شده ولی صابر و گروهش در شرکت ما GDMM خوشنود. کی با همین حجت های قلبکیش مال و اموال ما را و شرکت های من را با راهی ریدری غصب نموده اینن در همین کرسی نشسته اداره میکرد. دوم وکالتنامه ساختکاری کرده شده. از نام نوتاریوسی قرغیزستان از جانب ولی صابر و گروهش. طبق اطلاع منبع دیگر در اصل خسارات رسانیده صابر ولیف و شرکت حاجی ترسون نزدیک به $5 میلیون بوده است. این منبع میگوید که همین چند روز پیش صابر ولیف را در مرکز روادید آلمان در دوشنبه دیدند. مرکز روادید یعنی آلمان در یک بنای اجاره میشیند که همون بنا از حاجی ترسون است.
آن نقطه جالبش اینجاست که مرکز روابط سفارت آلمان در بنای جایگیر است که آن را شرکت حاجت رسون به اجاره داده است. گفته می شود که صابر از بعض بنا و انشاءات به اجاره، یعنی که وقتی که به اجاره دادگی است، پول اجاره 3 ساله را پیشکی گرفته بود. در همزمان چقدر آفیسی که است اجاره می سپرند 3 ساله اجاره را پیشکی گرفته است. همان بنای 5 آشیانه که مرکز روابط یا ویزای آلمان در آن جایگیر است و چنانی گفتیم از آن حاجی ترسون است، از هر شرکتی در این بنا قرار داشته صابر ولیف پیشکی اجاره 3 ساله آنها را گرفته است. در این بنا شرکت های به اجاره نشستند که 30,000 دلار، یعنی 3,500 دلار و یا 35,000 دلار و از آن بیشتر هم یا 3 ساله اجاره را به صابر دادگی هم. و این مسئله زمانی برمی آید، یعنی که برمی خیزد و می براید که مادر حاجی ترسون معظم خلیلوه دو ماه از شرکت را زیر ادارهش گرفتگی است و خواست اجاره پول های شرکت هایی که در بنایشان قرار دارد بگیرد. اما همه آن شرکت ها با معظم خلیلوه چک و سند پرداخت اجاره هایشان را برده برای 3 سال دادند، یعنی که ما پول پرداخت کردگی هم و کم و بیش از آن نشان دادند که یعنی 3 سال دادیم، 2 سال دادیم، 1 سال دادیم که صابر ولیف یا یک روزی دو در عروس صابر از آنها همین پولا را گرفتن. پس این مبالغ گرفته ای آنها باید به جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوشنود بازپس گردانیده داده شود و یا برای قلابی باید صابر ولیف و یک روز همینها باید جواب گویند. خوب دیگر بیننده عزیز و گرامی ببینید که یعنی قلابی تا کجا رفته رسید است. این من به تفتیشات گفت علتی تا به همین امروز دستگیر نگردیدن صابر ولیف این است که او همچون اپوزیسیونر از خارج و بر پایه عفو دولت برگشته است. در هر صورت این پرونده نشان می‌دهد که بین پراکراتورا و رئیس مجلس ملی یعنی رستم امام‌علی چی حرف‌های دارد می‌گذرد. حالا اگر یوسف رحمان در جای یتیم افتینچیند این بین معناست که رستم تا همین حالا هم در نزد پدرش رشید و کامل و مردک پرنشید است و همانو در سطح استاجیار باقی موندگی است. صحبت ها هم هست که در این اواخر پراکراتورا جنرالی یا پرکرور جنرالی و بلوک اقتصادی تیم رستم سخت چسبیده است و این زمان رفتن وی از این مقام بر مراد دل رستم هم هست. هنگام آماده نمودن این برنامه که می‌خواستیم تقدیم نماییم با اصلاح معلوماتی تازه در مورد دادگاهی این هفته گذشته رسید. وقتی که در دادگاه می‌برند صبح یعنی نکروز و کیروخ سربچه صبر ولیفا همراهی یعنی که حاجی ترسون و چی گفتمان های می شود و در یک قفص هردش وقتی که همسری یعنی که حاجی ترسون ها دشنام میکند خسر بچه صابر ولیف حاجی ترسون میزنش خوب در نزد سودیه. خوب البته اینا باید بدانند که چی جنایت های دارن صادر میکنند و البته نکروز به مصلحت پیشکین کار رو نمیکند و مشورت چی های دارد تا قضیه رو تاب دهند، اما این عمل به واسطه در نزد سودیه صورت گرفته است و نباید غیر منصفانه بها داده شود. این کارها بی‌گناه صابر و تیم قلابی او را سفید نمیتواند کند. چنان روز 7 می معظم خلیلوه مادر حاجی ترسون در یک برآمد ویدیویش در فیسبوک همه آنچه ما در برنامه و مطلب یکوممون گفته بودیم بدون چون و چرا تصدیق کرد. آمده است در نوار. خوب دقت کنید که خلیلوه معظم عبدالجان اونا که جبر دیده دلی جنایتی ولی صابر می باشد و صاحب اصلی شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوشنود پس از مرگ همسرش به حساب می رود ولی صابر پس از عفو شدن به وطن برمی گردد و به باوری پسری خلیلوه یعنی همین معظم ترسون در آمده پس از چند مدت شناسایی سیر و اسرارهای شرکت را آموخته با واسطه ملیسه ها از وضعیت عفو شدنش سوی استفاده کرده خود صاحب شرکت را با طریق تشکیل دادن صورت مجلس ساختکاری از شرکت هایشان پیش میکنند و با طریق ریدری یعنی زخوات مال و اموال هایشان را روی راست کشیده میگیرند. بعد به واسطه حجت های ساختکاری کرده اشان همچون دیرکتوری شرکت دو در عروس خود را که یک روز تبرک میباشد چون که در بالا گفتیم آورده تعیین میکنند. خوب بیننده عزیز و گرامی واقعا هم هیچ چیزی از اون گفته هایی که ما در برنامه های قبل گفتیم و در این تغییر نخورده است. مدت 3 سال سپری می شود که این گروه جنایتکاران با
با ترتیب دادن حجت های ساختکاری مال و اموال و شرکت های خلیل و یعنی معظم را به طریق ریدری غصب می کنند. بر ذمه اینها ولی صابر ناترسیده با اعضای گروه جنایت پیشش، یعنی همین گروه جنایت پیشش خسر بچش بچه عمکش و پسر دیگری کمپیر و اینچنین شاروخ سعید به منزل استقامت خلیل و معظم آمده آشکارا تهدید کشتن و نیست و نابود کردن را می کنند. این سخنهای یعنی مادر حاجی ترسون است، همسری سلیم بای بچه. این چنین جنایت های صابر ولیف را با این بخش ها همسرشان جدا نمودند. یک چند حجت های ساختکاری کرده شده صابر ولیف نشان داده است، همین یعنی همسری سلیم بای بچه و مادری حاجی ترسون. یکم سنه 27.07.2020 ترتیب دادن صورت مجلس ساختکاری کرده شده ولیف صابر و گروهش در شرکت جمعیت دارای مصادیق محدود خوشنود که با همین حجت های خلبتیش مال و اموال و شرکت های خلیل و یعنی معظم را با راه ریدری غصب میکنند. ببینید که چگونه افیار قلابی. دویم وکالتنامه ساختکاری کرده شده از نام نتریوس قرغیزستان از جانب ولیف صابر و گروهش که این نسخه نتریوس در دست اصلاح است کاملا یک چیزی خیلی جالب است باور کنید. سیوم شرطنامه های ساختکاری کرده ولی صابر در ترکیه و دبی با وجود شرکتی نو کشده دیوار جهان، شرکتی JDMM خوشنود را قرضدار برآورده مال و اموالشان را نیز کشیده گرفتنی می شوند. خوب دیگر افیارا در حجم خیلی کلام. چهارم کاری جنایتی که انجام داده است این مادر، یعنی که ترتیبش داده است، جواب سود عالی جمهوری تاجیکستان که تمام این حجت های در بالا ذکر شده از جانب ولیف صابر و گروه جنایتی تشکیل کرده او ساختکاری بودنش تصدیق کرده می شود. خوب بینندگان گرامی، این کمی از جنایت های صادر کرده ولیف صابر می باشد که ما گواه می شویم. خوب این سخنان مادری حاجی ترسون بود که خودتان آن را شنیدید و دیدید که او به چی کارهای قادر بوده است. البته بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا برای ادامه پیدا نکردن برنامه و بیشتر نشدنش بخش دوم خود را به پایان میرسونیم، اما تحقیقات این قضیه ادامه دارد. بیننده عزیز و گرامی، پس از نشر بخش اولی این قضیه خیلی مهره ها در حرکت در آمدند و خیلی تهدیدها هم کردند. مهم چهره های پس پردگی باز هم آشکارتر شده ایستادند. تا به این اندازه نمیدونستم و آگاه نبودم و الحمدلله که خدا مهره ها را به یک سبب آشکار می نماید و آنها روی می زنند. یه زنگ می زنند: چرا صابر این کار کردی؟ این کارتون خوب نبود. صابر که خیانت به مبارزه کرد، در آغوش رژیم رحمانوف پلید قرار گرفت و بر علیه رحمانوف مبارزه را غلط و اشتباه می گفت، حالا در چی وضع و حال است؟ خودتون باید بدانید. وای مهره ها! از داخل چند نفر واکنش شدید نشان دادند و نشر مطلب و برنامه را نخوب دانستند و صابر ولیف حتی خودش برآمد و انتظار باشد که چهره محمد اقبال آشکار میکنه و گفته یک تهدید کوتاه کرد، گویا خیلی ترسیدیم. اما همه موافق و مخالف باید بداند که جنایتکار جنایتکار است و او هر کسی نباشد باید آشکار بشود و به هیچ شکل آن نباید روی پوش کرده شود و پنهان باقی ماند. اگر یعنی که دیگر ما مبارزیمون هیچ معنا ندارد. اگر ما مثل رژیم رحمانوف کار و رفتار کنیم و جنایتکاری خودی را از جنایتکار بیگانه جدا کنیم، پس بهتر است مبارزه نبریم. اما برای من جنایتکار جنایتکار است و خودی و بیگانه نمی شود و ان شاء الله این تا آخری رمخ حیاتم ادامه پیدا میکند. ما به پرده خواهیم گفت. اگر این کار را اجرا نکنم، راه دومی را تسلیم شدن و این رژیم جنایتکاری رحمانوف میبینم و تمام. اما الله شاهد است که آنچی که میکنم تنها به خاطر آشکار نمودن و برملا نمودن تمام اعمال جنایتی که او از هر نفر مقامات یا افرادی که ضرر و ظلمشان برای ملت و مردم آشکارتر میگردد، آن را میکنم تا اینکه ضرر و جنایت های انجام داده آنها را ملت و مردم کشور به خوبی آگاه کردند. و خان در مسئله صابر ولیف خیلی تحقیقات ها داریم، در بعضی حالت ها میاییم، یعنی خیلی تعجب میخورم که صابر ولیف در قضیه های گذشته بعضی از کارهای در سوتو انجام داده است که میبینم در تعجب میمونم و وقتی امروز ها این را میبینم و یعنی تحقیق میکنم، باور کنید خیلی برایم یک جای شگفت انگیز است. ان شاء الله که منتظر برنامه های بعدی باشه تا اینکه
آنچی که می توانیم در مورد قلابه های سوبرولیف و شیک جنایتکار آن یعنی کارهای انجام دهیم. اگر نزدیکان حاج ترسون نترسند و با ما چیزی نویسند، چون که ما تا امروز هر کاری که انجام دادیم از منابع خودمان بود و هیچ چیزی با آیله حاج ترسون نداشتیم، و اگر توانند و با ما فکت و رقم های بیشتری دهند، ما کار میکنیم که حقیقت آشکار گردد و اینجا هیچ کار صورت نمیگیرد که آن یعنی بر ضرر کسی انجام دهد. اگر صابر ولیف حق باشد، پس حق بس تر جانبی اوست. اگر او حق نباشد و ردری انجام داده باشد و آنچه که در دو برنامه تقدیم نمودیم دیدید واقعیت های حقیقی را، خوب هر نفره که در این قضیه چیزی میداند و آگاه هست و ما ارسال نماید تا این قضیه را بیشتر رویش کار کنیم و تا توانیم برنامه های جالب تری تقدیمتان نماییم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.